Oh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه القبور مملوءه ظلمتنا على اهلها وان الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نهاية تعزيز محترمه تلویزیون معززه هلال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما به سلسله درسای جهان بینی و عقیده اسلامی در پنجمین رکن از ارکان ایمان در بحث هستیم همان ایمان به روز رستاخیز و قیامت و هر آن چیزی که در مقدمات و بعد از او سپری میشه حرف داریم امروز بعد از اینکه انسان از این دنیا رابطیش قطع میشه و به قبر گذاشته میشه و زندگی برزخی که ایمان راستین به او داشته باشیم حرفای خواهیم داشت نخستین حرفی که امروز روی بحث میکنم است که حول و حراس و ترس عذاب قبر نهایت دشوار و سخت است به همین خاطر هانی غلام حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت میکنند که هرگاه حضرت عثمان رضی الله عنه در کنار قبر عبور میکرد به قدری میگریست که رخسارش مبارکش تر میشد ای پرسیدن شما وقت از بهشت و دوزخ صحبت میکنن یا با در محضر شما صحبت میشه عشق که به این اندازه نمی ریزید و به گیریه نمی افتید ولی چرا هنگام قبر شما به این حالت دشوار می رسید فرمود از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمودند این القبر اول منزل من منازل الاخره قبر نخستین جایگاه و و آرامگاه و مرحله از مراحل آخرت هست. فان نجا منه فما بعده ایسر منه کاسی کد این نجات یافت نجات یافتن بعد از او آسان‌تر خواهد بود و ینج منه فما بعده اشد کاسی کد این نجات نیافت و مصیبت ها گرفتار شد بعد از ای سلسله مصیبت ها و دشواری ها آغاز خواهد شد بیشتر سپس که ما رأيت منظرا قد إلا القبر أفضع منه رسول أكرم فرمده كي ما هيج در, در مراحل زندگي إنسان ها دشوار تري از قبر را نديدم إن حديث الأمام تيميزي رحمه الله در صحيح خود روايط ميكند چون مراحل بعد قبر مربوط به خصين مرحله کار می باشد. اگر انسان در اینجا نجات يفت بنده مؤمن وقتی که به قبر گذاشته شود و برش نعمت هاي به اساس اعمال صالح و عقیده سالمش تقدیم شود میگوید پرادگار قیامت را زودتر قایم کن تا من به اهل و مال خود برگردم به این باور که انسان ها وقتی که به جنت می بزرگترین نعمتی که الله متعال به انسان بعد از دیدار خودش نصیبش میکنه است که اهل و عیال و خانوادهی که دوست دارن و سالهای در خدمتش بودن اونها در پیرامونش زندگی خواهند کرد بامين خطر الله متالدر در سورية شقاق مي فرمي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا حساب أصان بو سورة خواهد گرفت وباس بأخل فاميلش خوش خوشحال بار خواهد گشت بهمين خاطر اجر انسان نارهاتيه قبر بيبنا بعد ازو ميگن قیامت را قائم نکن زیرا میدانن که مراحل بعدی دشوارتر از خواهد بود و سختتر خواهد بود و خاطر است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بازن با زنی که به او جنازه خوانده نشده بود و بدون خواندن جنازه رسول اکرم دفن شده بود آمد بالاشان قید جنازه خواند و باز گفت که این هاد القبور مملوعه ظلمت علی اهلها این قبرها از تاریکی ها بر اهلش پر است و الله متعال این قبر را توسط جنازه من روشن خواهد ساخت بحث دیگری ما از وقتی که انسان مسلمان یا انسان در قبر گذاشته میشه قبر انسان را فشار میدهد وقتی که میت بر قبر گذاشته شود قبر را به هم جذب میکنه و از کسی هم از فشار قبر نجات نمییابد نیک باشد یا بد باشد صالح باشد یا طالح باشد کوچک باشد یا بزرگ باشد در روایت است رسول اکرم صلی الله علیه و به روایت حضرت معاذ رضی روایت است که می‌فرماید که وقتی که انسان به قبر گذاشته میشه انسان فشار داده میشه و عرش عظیم خداوند متدس مرگ او بلرزه دارم و درهای آسمان به رزو باز شد در حق حضرت معاذ ابن جبل ردنه هم گفته شده بود که اینها را قبر فشار خواهد سناني سنن النسائي هذا حضرت ابن عمر روايت ميكون مي فرمد رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمودن هذا الذي تحرك له العرش إينان شهيدس. ان شهيد ان مربي اس كي دره خدا جان وعرش خدا ملازدر آمد وفتحت له ابواب السماء دروازهاي آسمان برويش باز شد وشهد له سبعون الفا من الملائكة ومجنازي ازو هفتات هزار الملائك فرود آمد لقد ضم ضمة ثم فرج عنه قبر سرزو فشار اورد پس رهاش کرد ای با دیگر تفاوت میکنه با عمل صالح إنسانها فشار قبر گاهی فشار یک قبر بالای انسان مانند فشار مادر بالای طفلش می باشه که در غوش از لطف و حنان او را فشار می هم همچنین در مورد کیفیت عذاب قبر گفته شده که وقت انسان در قبر گذاشته میشه فرشتگان در شکل صورت انسان به او درسنا امام ترمزي رحمه الله روایت میکند اذا قبر الميت او قال احدكم زمانك که مرده به قبر گذاشته میشه یکی از شما به قبر گذاشته میشه أتاه ملکان اسودان ازرقان دو ملائکه که رنگ هایشان سیاه باشن و چشم های آبی می داشته باشن یقال المنکر گفته من والاخر النکیر بردوی دوگیش نکیر گفته میشه امين نامه های ملائک دقیق باشیم که منکر و هست آه فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل شما در حق رسول اكرم صلی الله عليه وسلم سلم چی دیدگاه داشتین چی نظری داشتین ما كان يقول هو عبد الله ورسوله اگر مؤمن بايمان ایمان در گذشته باشه میگن که ما هو باور داشتیم که بنده خدا و الله متعال است اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن مُحَمَّدَنَا عبده ورسوله گواهی می هم که بنده خداست و گواهی می که رسول فرستاده خداوند متعال است و خداوند بر را فرستاده اگر انسان منافق باشه باورمندی به دین نداشته باشه و ظاهرا در در, در حوزه اسلام و محیط اسلامی زندگی بکنه بعضی قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله مردم هم چیزی برداشت داشتن و میگفتن و من هم چنین میگفتم ولا ادری نمیدانم که نحتش چی خواهد شد این حدیث هم را امام تلویزیون باید کرده است و می خاطر است که ملائک ایر باز خیلی آزار شدی اولی می میگن که آراحت باش و دومی را گفته که شما داری چه عذاب باز میشه همچنین بعد از اون نعمت های قبر و یا مصیبت های به او آغاز میشه به می خاطر که پیشتر هم با گفتیم که انسان مؤمنی که دروازه های خیر به او باز بشه آرزوی قیام, قیام قیامت را میکنن و کسی که آه آه بدبخت باشه تلاش دارند که قیامت به او قائم نشود بنا یکی از نکات است که در عذاب قبر باور داشته باشیم که نخستین حرفی که ما پرسیده میشیم اینجا یک سوالش مطرح شد ولی نکیر و منکر سه سوال جدی مطرح میکنن که ربت کیست من ربو که باورمندی به با کی داشتی خالقت را کی میدانستی شما منقاد به کی بودین با کدام سیستم پابند بودین یک دوم با کدام دین ما دین و که دین چیست و در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی می‌گویند، به می فرموده هایی که وجود دارد از مسلمان از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیده میشه به می خاطر ارزومند هستم که ما این سه سوال را در دنیا درست جواب دهیم تا در قبر جواب های دقیقی را به منکر و نکیر تقدیم کرده بتانیم با ما باشین بحث را دنبال خواهیم کرد خوش آمدید مسئله دیگری که همچنین در اه اه قبر یا اولین نخستین منزلی که بعد از زندگی پایان زندگی ما هاس و قبرست چی تعامل با انسان ها صورت می گیرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلام بر روایت حضرت انس بن مالک رضی الله عنه می فرماند که ان العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه وقتی که سند در قبر گذاشته میشه و کسایی که به دوش آوردند در قبرستان به مقبره سپردانش وقتی که برمیگردند لا يسمعوا قرعا عليهم عمو صداهای بوتهايشان را هم مشتمن اتاه ملکان فا اقعداه له ما كنت تقول في هذا الرجل وقت كي مردم برگردن و ملائك دو ملائكي پیشتر نام نشانان گرفتن كي نكير و منكر باشان ميرسن انجا تفصيل سوالها را مترح شده ما هذا الرجل محمد صلى الله عليه يقول أشهد أنه عبد الله ورسول فيقال انظر إلى مقالك من النار بسوية جایگاه جای دوزخ خطر ببین قد ابدلك الله به به مقعدا من الجنه خداوند متعال از اینجا شما را نجات داد با سوی جنت و جای دیگری که با شما در اخیر میبینیش به او خواهی دید این جای شماست فیراهما جمیعا هر دور میبینن و کافر منافق وقتی که میگن که من نمیدانم باز برشون گفته که نه بفهمی و نه بکنی حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده عذاب ها و نعمت های قبر خیلی زیات احادیث متواتر وارد شده امام طحاوی و شارح امام طحاوی هم میبینن که اخبار و احادیثی که در مورد عذاب ها و نعمت های قبر روایت شده به تواتر میرسه همچنين احادیس پرسیدن سوال و نکیر منکر نکیر و منکر هم به تواتر رسیده بنابراین اعتقاد و ایمان راستین به حقانیت هذا اشتباه واجب است که ییرا باور داشته باشیم اما آن چیزی که از کیفیتش انسان امروز حرف بزنه نمیتونه حرف بزنه به خاطر که قضیه قبر ما فوق تخیل بشری و عقل بشری هست اما آن چیزی که رخ داده و آن چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و با حادث متواترش از نعمت های فراوان در قبر و از مصیبت های خطرناک در قبر صحبت شده باور داشته باشیم که هر انسان با عملش پیش حرکت میکنه و همچنین باید باور داشته باشیم که عذاب قبر همان عذاب برزخ است که هر کس از دنیا کوچ کند و مستحق عذاب باشد دفن شود یا دفن نشود به می خاطر دفن شدن اینجا ما عذاب برزخ مصطلح را در کتابای عقیده می که وجود دارد برزخ همان زندگی را گفته میشه که زندگی فعلی ما منقطع میشه و آخرت و قیامت برپا نشده ای وسط همین برزخ گفته میشه که اگر انسان به قبر سپرده شود یا سپرده نشود اگر مانند برخی از ادیان مرده خود را سوختند یا به دریا انداختند از این زندگی برزخی نجات نمیابه و با این زندگی نجات سره خر میشته باشن <متحن> خالق ازل همه شما را توفیق نصیب وکنه تا زندگی برزخی م مقدمی به خاطر جنت باشد والله متال ایمان راستینی نصیب وکنه که از نعمت های فراوان دائمی که در اونجا وجود دارد ازو مستفید باشیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته